درود بر بینندگان و شنوندگان محترم سی ان تی وی با آموزش دستور زبان فارسی در خدمت شما عزیزان هستیم خب امروز آموزش درس هفته هم رو داریم در آموزش درس امروز ابتدا از آموزش کلمات شروع می کنیم یک سری کلمات رو امروز براتون در نظر گرفتم که با معانی فارسیش بچه ها امیدوار هستم که به خوبی یاد بگیرید از نمبر وان شروع می به خواندن. نمبر وان ایز دگری کلمه دگری که برای temperature یعنی برای درجه به کار میره میتونیم بگیم درجه حرارت وقتی ما بخوایم درجه حرارت رو اندازه بگیریم میگیم degree temperature یعنی درجه حرارت for example weather یعنی آب و هوا number two number two is delay 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 or lateness در کلمه دیلی معنی تاخیر انداختن پس اگر یه چیزی به تاخیر انداخته بشه یعنی سر موقعش آن تایم انجام نشه میگن به اصطلاح دیلی

خب بچه ها تمام این کلمات معانی که معانی مترادف هست یعنی هم معنی هم هستن رو برای این واژه ما میتونیم به کار ببندیم نمبر فور نمبر فور ایز دنتیس دنتیس کلمه دنتیس یعنی دندان پزشک دندان پزشک next number five is departure departure کلمه دیپارچر معنی خروج میده بچه ها یا عظیمت ره سپار شدن وقتی که در نظر بگیرید شخصی قصد این رو داره که از کشور خارج بشه میگن دیپارچ قسمت دیپارچر یعنی قسمت خروجی یا خروج نمبر سیکس ایز دیزرت 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 یعنی دیسر دسر که معمولا بعد از مین کورس یعنی همون غذای اصلی خورده میشه بچه ها بسیار عالی میریم در صفحه بعدی ادامه کلمات نمبر 7 is destination destination کلمه destination یعنی مقصد یا پایانه پس اگر با کلمه پایانه برخورد کردید که معمولا این کلمه توی ایران خیلی کاربرد داره منظور مقصد کلمه مقصد هست نمبر 8 نمبر 8 is diary دایوری کلمه دایوری یعنی دفتر خاطرات روزانه پس اگر یه چیزی به صورت روزانه باشه و در یک دفتر نوشته بشه به اون دفتر میگن دایوری یعنی روزانه دفتر خاطرات روزانه نمبر 9 نمبر 9 is different different کلمه different معنی مختلف متفاوت یا متمایز پس یه چیزی که different هست یعنی با هم اختلاف دارن تفاوت دارن بچه ها حالا از هر لحاظ میتونه شکل ظاهری باشه یا معانی باشه یا غیره خب نمبر 10 شما به من بگید بله دردی دردی یعنی کثیف یا به اصطلاح میگن چرک پس کلمه دردی یعنی کثیف یا چرک نمبر 11 بخوانیم با من دیش 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 یعنی ظرف بشقاب غذا بچه ها بهش میگن دیش و آخرین کلمه امروز دیشواشر دیشواشر دیش, واشر. دیش واشر. معمولا به ماشین ظرفشویی میگن دیشواشر خب بسیار عالی میریم در قسمت بعدی و میخوایم در مورد دستور زبانی صحبت کنیم امروز همونطور که میدونید ما در مورد انواع فعل مازی در انواع فعل مزاره در جلسه پیش صحبت کردیم هم مازی هم مزاره در مورد انواع هر دو اما امروز میخوایم در مورد مزاره مستمر صحبت کنیم پس مزاره اخباری رو خوندیم و به نامبر تو یعنی مزاره مستمر رسیدیم در صفحه بعد من تعریف مزاره مستمر رو برای شما نوشتم به طور کلی فعل مزاره مستمر فعلی است که در بیشتر کاربردهایش از وقوع فعل در لحظه و حالی که در حال گذشتن از خبر میده و همیشه با فعل کمکی ساخته میشه پس یه دور دیگه مرور کنیم مزاره مستمر فعلیه که کاربردش چیه در لحظه و حالی که در حال گذشتن هست صفحه بعدی ساخت فعل مزاره مستمر رو توضیح داده فعل مزاره مستمر از فعل هایی است که گفتیم با فعل کمکی ساخته میشه پس مزاره ساده فعل کمکی داشتن با قرار گرفتن در کنار مزاره اخباری فعل مزارع مستمر ساخته میشه پس بچه ها فقط کافی ما مزارع اخباری که درس جلسه گذشته بود رو به خاطر بیاریم که همراه با می بود و از فعل کمکی داشتن هم استفاده کنیم برای تشکیل این مزاره جدیدمون در صفحه بعدی مزاره ساده فعل کمکی داشتن به اضافه فعل مزاره اخباری رو براتون نمایش دادم به صورت فرمولی پس مثلا در نظر بگیرید دارم داری دارد داریم دارید و دارند از این تا مزاره ساده فعل کمکی داشتن استفاده می کنیم و مزاره اخباری هم بستگی به اون فعل مورد نظرمون داره می نویسیم و تبدیل میشه به مزاره مستمر مثال میزنم در صفحه بعدی در نظر بگیرید دارم میگم دارند میشنوند دارم میروم ببینید بچه ها فعل ها به صورت دو ترکیبی یعنی از دو تا فعل تقریبا تشکیل شده و جفت اینها با هم تشکیل مزاره مستمر رو میده و با هم معنا و مفهوم پیدا میکنه یا مثال بعدی ما به سمت مشهد داریم میرویم از وقوع فعل زمانی خبر میده که به چه صورت هست گفتیم در لحظه حال هستش که داره یه کاری انجام میشه حالا ببینیم چه کاربورد هایی داره کاربرد فعل مزاره مستمر به این صورت هستش که وقتی نویسنده یا گوینده بخواهد فعلی را که در حال وقوع است توضیح بده وقتی که پس ما بخوام توضیحی بدیم در مورد یه فعلی که در حال انجامه یا در حال وقوع هست از این مزاره میتونیم استفاده کنیم مثلا وقتی که من میگم دارم میروم دقت کنید وقتی میگم دارم میروم در حالی که گوینده هنوز راه نیفتاده ببینید من میگم دارم میرم به سینما دارم میرم به مدرسه دارم میرم به خرید اما هنوز من راه نیفتادم بچه ها که بخوام برم اون کار رو انجام بدم در حال وقوع میخوام توضیحی در موردش بدیم بهتره بگیم تداوم عمل رو در زمان حال داریم توضیح میدیم که اون کار میخواد انجام بشه یا در حال وقوع هست قسمت بعد دارم روی این سایت کار می کنم مثال دیگه هست سال هاست که آینده ناتمام و در جریان رو بیان میکنه. شاید چندین سال باشه که این کار رو داره انجام میده اما هنوز اون کامل صورت نگرفته و همونطور که میبینید در دارم روی این سایت کار میکنم بین این دوتا فاصله افتاده ولی نه این فاصله رو بچه اشتباه بگیرید دارم و کار میکنم با همدیگه تشکیل مزاره مستمر رو میدم مثال بعد فرشته فردا در این زمان دارد خرید میکند هنوز کاری انجام نشده اما در حال وقوع هست که میخواد انجام بشه خب حالا با توجه به توضیحاتی که من به شما دادم میخوایم بریم جدول بکشیم و بچه ها فعل مزار مستمر رو صرف کنیم در صفحه بعد جدولی کشیدیم که داخل جدول شما فعل رو با نمایش رنگی میبینید بهتره بدونید که اونهایی که به رنگ قرمز هست از مستر داشتن فعل کمکیمون هست بچه ها و بهتره بگیم این یک فعل ثابتی هست بچه ها که یعنی این اینها تو همه مزاره ها تشکیل مزاره های مستمر استفاده میشه و به صورت تکرار هستش خب بخوانیم با هم اول شخص مفرد من دارم میگویم خب به من بگید مستر چی هست بچه ها مستر گفتن بسیار عالی خب از مستر گفتن ما مزاره اخباری درست کردیم و دارم رو به عنوان فعل کمکی قبل از میگویم اوردیم و دو تای با همدیگه تشکیل مزاره مستمر رو میده خب دوم شخص تو داری میگویی تو داری میگویی سوم او دارد میگوید بریم سراغ جمع درسته ما داریم میگوییم ببینید دو تا یک کنار هم دیگه میگوییم شما دارید میگویید و ایشان دارند میگویند خب حالا بریم یک مثال دیگه بزنیم پس قلم و کاغذ رو بردارید و یه جدول بکشید بچه ها خب برای جدول برای فعلی که من میخوام داخل جدول شما قرار بدید قبل از اینکه بریم صفحه بعدی من مستر رو به شما میگم حدس بزنید و با هم شروع میکنیم به نوشتن فعلمون از مستر رفتن میخوایم مزاره مستمر درست کنیم خب شروع کنید بچه ها خب میریم در صفحه بعدی جدول رو میبینیم جدول دارای دو ستون مفرد و جمع و سه سطر هست اول دوم و سوم شخص بسیار عالی خب از اول شخص مفرد شروع میکنیم مثر چی بود بچه ها؟ رفتن درسته نونش حذف میشه میشه رفت به صورت امر میکنم برو و علامت امر که به هستش رو خط میزنم میشه رو رو میشه مزاره بن مزاره ساده حالا رو رو میخوام مزاره اخباری کنم یه می اولش میذارم آخرش شناسه میشه میروم میروم خب فعل کمکی هم بیاد کنارش دارم میروم متوجه شدید بچه ها خیلی ساده است سا. امکان داره طولانی باشه اما ساده است ببینید به همون ترتیبی که من الان دارم بهتون آموزش میدم به سعی کنید به همین ترتیب یاد بگیرید بچه ها وقتی که به همین ترتیب یاد بگیرید یعنی استپ با استب قدم به قدم کامل مفهوم و یاد میگیرید و دیگه هر چقدر هم طولانی باشه برای شما ایزی هست برای شما آسونه خب پس شد دارم میروم بریم دوم تو داری می روی. بریم بعدی او دارد می خب با رنگ آبی نوشتم دارم داری دارد ببینید اینها داره تکرار میشه تو جدول صفحه قبلم هم به همین دقیقا به همین صورت نوشته شده بود خب بریم سراغ جمع. ما داریم می رویم شما چند نفر دارید می روید و ایشان دارند می روند خب پس رنگ آبی دارم داری دارد داریم دارید دارند فعل کمکی از مستر داشتن هست که میاد کمک مزاره اخباری میکنه و فعل رو تبدیل میکنه به مزاره مستمر و رنگ قرمز که مزارع اخباری هست میروم میروی میرود میرویم میروید و میروند پس بچه ها وقتی که این جدول رو یاد بگیرید مثل این میمونه که درس جلسه گذشته هم مرور کردین ریویو کردین و اون هم رو یاد گرفتید خب بریم مثال های مختلف بزنیم در صفحه بعد من یه سری مثال نوشتم اولی رو من نوشتم و با توضیحات که میبینید و دومی رو میخوام شما رو تشویق کنم به نوشتنش خب از ابتدا مثال اول از مستر دیدن میخوام کامل مزاره مستمر رو صرف کنیم خب می نویسیم دارم داری دارد داریم دارید دارند بعدش میایم می کنار همش میذاریم و در نهایت می نویسیم دارم می بینم داری میبینی دارد میبیند بعدی داریم میبینیم شماها دارید میبینید و ایشان دارند میبینند بسیار عادی خب بریم مثال بعدی مثال اول بنویسید بچه ها دوم شخص جمع از مستر ساختن بنویسید شماره دو اول شخص مفرد از مصدر خوردن و شماره بعدی سوم شخص مفرد از مصدر شنیدن هر سه تا اینها رو من میخوام مزاره مستمر رو براش بنویسید خب حالا که مطمئن هستم که همگی شما جواب رو درست نوشتید با هم میریم در صفحه آخر و پاسخ ها رو با هم بررسی میکنیم مثال اول دوم شخص جمع از مستر ساختن شما دارید میسازید شما دارید میسازید مثال بعد اول شخص مفرد از مستر خوردن خب مستر خوردن میشه بخور و میشه خور بنش هست بچه ها دارم میخورم ولدان well درسته دارم میخورم مثلا من دارم غذایم را میخورم به همین صورت به همین سادگی میتونید مثال های مختلف بزنید برای خودتون و آخری سوم شخص مفرد از مصدر شنیدن میشه او دارد میشنود ببینید مصدر شنیدن میگه امرش میخوایم بکنیم میگیم بشنو و نشانه امر خط میزنیم میشه شنو و می اولش میزنیم آخر شناسه میشه دارد میشنود دارد میشنود خب بسیار عالی خب عزیزان آموزش ما در همین جا به پایان رسید امیدوار هستم که آموزش امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه تا درودی دیگر بدرود